شما را غرق در حیرت و هیجان می سازد. جهان پهلوان، فیلمی که نام و اندامش بازگوینده ابهت ماجراهاست. جهان پهلوان، فردین در فیلم جهان پهلوان مردیست همچو پولاد که برای احقاق حق ستم دیدگان یک تنه با ده ها نفر جدال می کند. ناکس حتما رفته سورا مادر را دیدی؟ راحت باشه به من گلاده اید. در میان شخصیت های این داستان یه نفر هست که بهش میگن آقدایی. این پیرمرد علارغم موی سفیدش همیشه چارچشمی تو نخ خانم است. البته خانمای توپل مپل و خوشگوشت به مزاق ایشون بیشتر سازگارن. وای الهی پیش بدت بشه. حالش خوب بود؟ لیلای من حالش خوب بود؟ چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ بگو، اونو دیدی؟ لیلای منو دیدی؟ اون لیلای تو نیست مادر. چی؟ مزرابو بزن به سیم سازه، قربون صدای دل نوازت، زردی به فدای ناز شهست، قربون برم اون دو چشم محسن، امشب شب ما سحر نداره. بابا. یک فیلم پرخرج و مجلل که برای نشان دادن ابهتشی مزایقه نشده است. جهان پهلوان. روی ماشینیم ولی شاد و غزل خون می رویم، دست جمعیمون به سوی شهر تهران می رویم، هرچه پیش آید خوش آید ما که خندون می رویم، داری می بینی که ما با جمع یارون می رویم، آخ برم راننده را اون کلا جوزنده را، گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده را. جهان پهلوان با هنرمندی فردین، ظهوری، بهشتی، پریسای، مینا، علی آزاد و با شرکت هنرمند محبوب تئاتر و سینما شهلا. آقای من یه چیزی میترسم. میترسم مادر بره اونجا با اون همه شوقی که واسه دیدن دخترش داره اونا تعویلش نگیرن، جوابش کنن. آخه تو که نمیدونی دم دستگاه اونا رو ندیدی. این حرفا کدومه؟ محبت مادر فرزندی چه ربطی به دم دستگاه داره؟ فیلمی که قلب شما را تسخیر میکند، داستانی که وجود شما را لبریز از هیجان و التهاب میسازد. جهان پهلوان، جهان پهلوان، جهان پهلوان، به کارگردانی اسماعیل ریاهی. لوتی بزن بهاجر با معرفت، مردی به نام علی. نفهمیدم. نفهمیدم. روزگاری که مثل برق ماشین میرون، خلق الله بهش میگفتن علی آهسترون. اون وقتا که تمام عوضی ها رو کتک زده بود بهش میگفتن علی کتک خور. یه موقع که از دیدن خوشگلا آب از لک و لوچش آبزون میشد، معروف بود به علی سربزیر. و وقتی افتاد تو زندان معروف شد به علی آزاد. زمانی که از بیکاری پرسه میزد بهش میگفتن علی هرکاره. علی آقا، حضرت آقای علی آقا. که غم تو دنیاست ریخته تو قلب علی آقای ما، ملت اسمشو گذاشتن علی بیغم. خداوندا، همه مردم به من میگن علی بیغم، ولی تو که اون بالا نشستی بهتر از همه میدونی که چقدر غم و غصه تو این ده هست. و اما علی بیغم سرآمد جاهلای محل، مردی بود اهل صفا، اهل عمل، که تو دنیا نه غم داشت نه غصه، ولی غافل از اینکه یک روزی غم میرسه و دوره بیغمی سر میرسه. دنیاست دیگه، میچرخه. عیبی نداری؟ چرا عیبی نداره؟ ببین علی، چرا ببین علی؟ درسته که ما گرگ بارون دیده ایم، درسته که ما بچه پایینیم، ولی به جون هرچی مرده، هر روزی که تو خشت افتادیم دونسته به کسی بدی نکردیم. علی بیغم مردی بود نمونه در میان همسلطان و فارغ از تمام غمهای روزگار. شوهب علی بیغم رو ترس بزن بریم. فورا بریم بیرون. اگه نریم اگه مساهم بشه شلک میکنم. ولی گروهی که به زندگیش حسد می‌بردند با طرح توطئه‌ای دنیای پر از محبتش را به نفرت و خشونت کشاندند. تنها و بیکس در زندان غمها رها شد و سرانجام چون پلنگی خشمگین به پیکاری خونی دست زد. و اکنون حماسه زندگی این مرد به صورت فیلمی است در خور تفارد پسند عموم. علی بیغم. Yeah.
داستان زندگی علی بیغم روایت سرنوشت انسان‌هایی است که در تلاش بودند تا زنجیر غم‌ها را بگسلند. ای گفتم با ما بد نکن، بد قلقی نکن، یکی اون بالا هست که ما را دوست داره. دختری که در اوج سعادت و نیکبختی بود ولی غمی گران قلبش را می‌کشد. مردی که همه مشکلات را به دیده تمسخر می نگریست. دختری که وجودش همه جا مایه سرگرمی و نشاط بود. برو بیرون! و مردی که امروزش هرچه بود غم فردایش نبود. مردی چون علی بیغم. راستش پیش سر و همسر آدم چنف میشه. میگن علی بعد یه اون جردن کلوفتی کارش به جایی رسته که رفته زیر علمه یه زن. نه داشتم ما نیستیم. قربونو دهنت بیا ما چه کنم. علی بیغم فیلمی سرگرم کننده با صحنه‌های متنوع و نو، با هنرنمایی گروهی از بزرگترین هنرمندان سینمای ایران. ناصر ملک مطیعی در نقش علی بیغم، همراه با شهین، ددکچیان، نادره، سرکوب و دو یار همیشگی سینما سرجا هشتی و همایون در نمایشی تازه از عشق و دلدادگی و گرفتاری. گرکه تو یار منی پس این کیه؟ حرف نزن این تیکیه آن تیکیه. وای خدا جونم خودم. علی بیغم فیلمی برای رفع کدورت و غم، اخم و تخم و گرگه و ماتر. علی بیغم، علی محصولی ممتاز از سیرا فیلم. بازم از توی چشمام بخونه، چرا هیچ کس غم نمیاد؟ بیاره صبر و مرام نه نگاه عاشقی که تو چشمام بشینه، گرمی دستای اون روی دستام بشینه. تو کسی تا منو محرم بدونه، نازمو از توی چشمام بخونه، چرا هیچ کس به سراغم نمیاد؟ دیگه نامحرم با من زمونه. گرمی دستای اون روی، چرا هیچ کس به سراغم نمیاد؟ دیگه نامحرم با من زمونه. خواب برام استان بنداز حبیب دستم، تو پیچ پیچ رحمه ی خون بنداز حبیب دستم. های باقا چقدر بیق میزنی پسر، بس این خود حال کنی، باز چی میخوای بگی؟ بنام بینم جون های باقا، یاد یه چیزی افتادم. یادم افتاد که پارتار با یه 18 چرخ یه سفر رفت بودم بوشه، پار رو گاز و دست رو گفت ماشین نبود که اترس کنار نزنه. همینطور که میرفتم یهو دیدم. خب چی دیدی؟ تو گردنه کتاب دختر همین تو که با 18 چرخ میرفتم افتادم توی سر زیری تون. بگو چیکار کردی؟ خب چیکار میتونستم بکنم؟ بازم گاز دادم. تو بمیری؟ احمد بمیره. ده زدم دیدم ندارم. چی نداری؟ ترمز دیگه. تو بمیری های باقا، تو رو کفن کردم ماشین از 120 رفت رو 150 180 200، حالا ماشین داره میره. ماشین برو من برو، من برو ماشین برو، من برو ماشین برو، من برو ماشین برو، من برو ماشین برو. خلصیدم نمیشه، رفتم تایی داره دنمر کشتم نگرش. ببینم ترسیدی؟ چی؟ منو ترس؟
قزنفر و ترس؟ اصلا ترس تو وجود قزنفر پیدا میشه؟ تو میمیری حیبا خودت نمیری یه دفعه دیگه با یه 18 چرخ دیگه این دفعه کتل خاکی بودم با 30 تون بار با سرعت 150 یه دفعه دم افتادم توی سرازیری تون ما هم تازه عوض کردیم که خود تون بریم یه ماشین یهو پیچید جلومون کار زدیم رو ترمز این زکی ترمز نداریم ولی ما تو اینو قرارمون نبودا همینطور خوشبشک که با 200 میرفتیم پایین یهو دیدیم زکی ترمز نداره چی ترمز خالی کرده وای حیوا جو قربون دست دارم دیگه‌اش نمیدونم چه جوری باید بشه وای برو کرا حالم نکن قزنفر قزنفر کی در میزنه ما زنده میاد تو بهش داریم هم حرف میزنیم نه تو میری تو بهش زهرا هستی بناش بیا پایین بینم یالا خدای سر هزار قربونت برم ناستی جو قربونت برم تو بایستدی ای تو میرفتی تایی داره ما چی کار میکرد جو قربونت برم لوله ترمز و یه ناکس نامردی بریده به مود قسم کار اون قاسمه کار اون قاسم ریشه توخ برود بیاد نامرد به منی؟ نه بابا با اون قاسمه به ولای علی حالیش میکنم بزن بری بیا آی نامرد ناکس نالوتی با کی هستی؟ با کی هستم؟ با توی نامرد معلوم میشه چشم دیدن ما رو تو این دنیا نداری بهتره رو راست با یه تو شکمم چرا با نامردی میخوای ما رو بکشی چی داره میگه؟ چی دارم میگم نامرد خودت بهتر میدونی که دارم چی میگم چی رو بهتر میدونم حرفتو بزن چرا ترمز ماشین ما رو بریدی؟ برو پیک کارت مرد، باتون رو ناحق نزن تو نیست نامد زن سفر تو دیگه زرزر نکن بوتت میکنم خدا بالا فالیت بکنم بلند شو خواهی که به موش مرده که نزن بلند شو نزن آنایه بیا که حبیب قاسم دوباره با هم دارن دعوا میکنن خوش آمد دست نفت عوضی چون دفعه بهت بگم با تا کفش من بیرون کن براش کن براش کن نامرده باید با کفش من براش کن بیش کشیش جفتاش خان نایم شما که نمیدونی چی کار کرده شما چتونه داشت منو رایه دره میکرد داشت منو میکشت قاسم چی شده؟ نمیدونم از خودش به پا آخه چی شده؟ ازش به پشت ترمز ماشین کی باریده؟ نامرد تو اومد میزنن این تو اومد تو اومد تو اومد تو اومد تو اومد بالاخره قاسم هم مثل تو کارگر منه ولی خیلی نامرده ناراحت نباش به جای این حرفا برو به مادرت بگو فردا بیاد خونه ما چی؟ آره شما قبول کردی نوکرتونم قربونتون برم خانایه آی قزنفر جونت به قربون این قزنفر خانایه بالاخره قبول کرد جونت تو بس بزن بریم میگه مبارک و مبارک روسیتون مبارک دوم به اوستم سه چارک موسیقی
کشتی؟ به تو مربوط نه. آنا میبرم خوشگله. چمانه تو برم. دست جون. دست سوا. الو. سلام قاسم آقا. حبیب و مادرش رفت. در خونه خانایب خواستگاری مریم. نیوز پنجا و سیستد و سیستد پنجا چیه قاسم آقا یه های این رو رو شدی؟ نکنه موضوع مریم خانزاده خانایبه؟ آره بابا خودشه خبرشو همه دارن خانایه میخواد خارزادش رو بده به حیوقا بابا حیوق باز خوش امیرستادان نام داره خوش هیکله با معرفت این کیه؟ ببخشینا یه قمر وزیر هر رامزاده خوش ایچ بیه فرخ منوش اما مثل دخترم بزرگش کرد بالاخره باز شوهر کنه راست میگم کی از حبیب تو بهتر؟ خیلی ممنونم خدا از بزرگی کمتون نکنه خان نایف انشالله که مبارکه بفرمین مبارکتون باشید قابلی نداره مریم جا نایی کن مبارک خدا رو شوی خدا رو شوی دست میخواد زن حبیب باشه زن حبیب یکی را انداختن دست جمعه چون بلاتونو برم میگم موسا از چی میشه همچین ماها بچهشون نمیشه من چه میتونم میگم موسا گوش کن چی میگم آخه کجای کار گیره که زن آدم آبستن نمیشه ها؟ تو هم حالا هی آتیش رو داغ ما بذارا من چه میتونم مگه من دکترم ببینم موسا کرم درخت از خود درخته دیگه من اینم یعنی چی؟ میخوام ببینم عیب از اوستاست یا زن اوستا؟ ناکس عوضی، حالا ما عیب دارم شدیم؟ چیه باز؟ چرا گرگه میکنیم؟ ببینم دکتر چی گفت؟ همون حرفای همیشه گی صبر کنم، صبر کنم، صبر کنم بابا بسته دیگه، هزار روز زن هستن که بچه دار نمیشن تو هم یکیش، دنیا که آخر نشده حالا برو بشین اونجا، من برم ببینم دکتر چی میگه، مواظبش باش به خانومتون گفتم بله میدونم ولی آی دکتر ما یه سال و نیمه که عروسی کردیم آخه چرا نباید بچه دار بشی؟ خب گاهی اینطور میشه ممکنه از کمکاری یکی از قدرت باشه در هر حال امیدوارم دواهایی که به عیالتون دادم اثر کنه و خدا یه کاکل زری بهتون بده خدا کنه دکتر خدا کنه آی دکتر میدونی زنم و مادرم خیلی ناراحت هستن خب حقم دارن همسر شما دلش میخواد یه بچه داشته باشه مادرتونم یه نوه تو دل برو خدا به هم بود خدا حافظ بای 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 خدا حافظ زودتر برسون یه دکتر قربونتون خوش گذشت
خب یارو بغره کرد و برد تو اتاقش، بعدم دیری ردم بری. چه دست از سرم بر نمیداری؟ آخه چی میخوای از جون من؟ همون چه نصیب اون یارو شد، حبیباز کلاشو بذاره بالاتر. نخواستیم تو رو خدا این تهمتو به من نزن. اینقدر آبخوره نگیر، من خودم دیدم که یارو برد تو اتاقش. مگه من چیم کمتره؟ برو کنار، دلم کن دیگه، زندم میخوامه. دلم کن نامر. کیه این وقت شب؟ مریم، این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ چی شده؟ بیا تو ببینم. بله آقای دکتر، از اول که دیدمش بیهوش بود اینهاش. از کوش؟ کجایی؟ آبجی؟ آهای آقای دکتر، مثل اینکه خودش به هوش اومده و رفته. چی؟ قاسم اومد تو پشه بند تو؟ نه قاسم جرأت این کارو نداره. چرا؟ اون اومد تو پشه بند و به من گفت نامه از حبیب برام آورده. ای حروم لقمه لعنتی، این نستاس نمک به حروم. اون دستش به تو رسید؟ من پشت بوم به پشت بوم میگم اون دستش به تو رسید؟ نه دایی نرسید. آفری اون شیر ناپاک خورده، باید سزای این بیشرمیشو ببینه. اون دایی بس دیگه، بیشتر از این خونم رو به جوش نیار. کاری میکنم که مادرش به ازاش میشینه. بیا بیرون از اونجا. گفتم بیا بیرون پسر یه هرزه چش داریده. چی شده خانه؟ دیگه میخواستی چی بشن نمک به هرون؟ بی شرف پس بشن میخوشمه. چه تیک میکنم؟ من نکردم رزد چش ناپاد. خفت میکنم، خفت میکنم. برگردی سر کارتون، با این مادر به خطر به خصوصی داره. تو رمت نگرد خانه. هرون لغمه بی شرف، مریم خارزاده منه، ناموس منه، زن رفیق تو. دستتو بکش، من به خارزاده دست نزدم خان نگرد. اون از دست من فرار کرد، ولی بدتر از رخت خوابه کس دیگه بیرون آباد. همون مریضه این تهمت با اون دختر معصوم نزد. چه تهمتی؟ با چشای خودم دیدم. من چشاتو از کاسه در میارم. اگه دروغ گفته بودم اون وقت درار. اون همه ماجرای دیشب برات نگفته. برو بپرس از پشت بون که پرچا تونباق تو رخت خوابه کی به هوش اومد؟ چه بود نازش کچه؟ چه بود برش لنایی میگفت؟ کی رو رخت بود؟ چند سر لخت و مرزد بقره یه مرد غریبه؟ این چیزها رو برات نگفته خان نگرد. وای به حالت اگه یک کلمش دروغ باشه، اون وقت بلایی به سرت میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. پس امروز دیگه مرخصی. یعنی چی مرخصی؟ یعنی کورتو کم کن، دیگه نمیخوام چشم تو چشت بیفته. برو دفتر حسابتو بکن. بگو بینم چه چیز از قضیه دیشب جا افتاده بود که به من نگفتی؟ به جای گریه کردن حرف بزن، حرف بزن بینم چه خاکی تو سرم. دیدم که لختم دایی جان، لخت. وای به این روز که چه شوم بود. خدایا انتقام چی ازم گرفتی؟ بگو بینم این خونه که این اتفاق افتاده کجاست؟ پشت مسجد، روبرو سقف خونه. خونه‌ش هم یه باغه. کسی اینجا نیست؟ کی اینجاست؟ با کی کار داری؟ صاحب این خونه چیه؟ سلام آقا، صبح رفت مسافره. کجا رفت؟ نمیدونم، بعد از چند سال پریشب اومد، امروز صبحم رفت. چه میاد؟ با خدا هست، میره شهرستونا گوسفن میخره، هر شیش ماه هفت ماه یه دفعه میاد تهرون. اسمش چیه؟ نمیدونم والا، فقط صبح که میخواست بره مسافرت کلید اینجا رو به من داد که قناریاشو آب و دون بدم. نه خان نایب، نه، خواهرزاده شما هیچ گناهی مرتکب نشده، چون در حالت اغما و بیهوشی بوده، اون نتونسته از خودش دفاع کنه.
ولی فرزندم لازمه که شما این رازو برای همیشه در دل خود مخفی کنین. چی رازه یک زندگی از هم پاره نشه. در حدیث است که خداوند بزرگ مظلومین را میبخشد و این زن در این ماجرا کاملا مظلوم و بیگناه است. پس به این ترتیب اون در پیشگاه عدل الهی هیچ گناهی مرتکب نشده و قابل بخشش است. پس کسی را که خداوند ببخشد بنده خدا هم بایستی ببخشد. خداوند جزای بدکاران را میدهد و نیکوکاران را حمایت میکند. آمین یا رب العالمین. مریم خانوم، هی باقا چه خبر؟ گلی خانوم، شما خبر نداری؟ نه؟ گلی خانوم، ایبا خواهد بسرم. مریم تو چی شده؟ ایبا عزو خانوم، یکی کمک کنه. یکی کمک کنه، عزو خانوم. عزو خانوم، مریم حالش به هم خورده. خاتم آقا بودو بیا، بودو بیا بیا ببینم مریم حالش به هم خورده. خدا مریم چی شده؟ خوش دوست دارم چون بلندش کن ببریمش دکتر ببینیم چه شده. بهت بگردم گلی خانم جون. گلی خانم جون چیه؟ عروسم آبستنه. چشمت روشن. خیلی ممنون قاسم جون. زن رفیقت آبستنه. حبیب رفیقت صاف پچه شده. اقدس خانم جون. بله آزا خانم بیان بیرون، بیان بیرون. مجده مجده مریم حامله. عروسم آبستنه. خدا رو شکر آرزون برآورده شده. صاف نوه شدم. گلی خانم جون بود دوباره تازه خبر کنه. بود دوباره نست. خود شما ایده با یارو تبریک میگم. به بچه حروم زادت هم تبریک میگم. کار ما هم میتونستیم بکنیم. نه نه قاسم، آبروی منو نباش. بیشتر از این آبروی منو نباش. بذار به درد خودم بمیرم. من که دهن لختم که فقط واس با ما هم باشی. والله دیری ردخت دو. حرومزاده تبریک میگم، تبریک میگم، تبریک میگم، تبریک میگم. حرومزاده است، حرومزاده است. تعریف کن بینم. آره خلاصه سرکار، ساعت حدود دو قبل از نصف شب بود. من اوستان با کامیونم که خوش خوشک داشتیم میرفتیم. یهو دیدم یه کامیون رفت طرف دره، رفت طرف دره، رفت طرف دره. داد زدم وایسا مرد کجا داره میری. اما سرکار حرفم گوش نکرد و گروه میفتاد تر. کلی عرق خورده بود. خب بعد هیچی دیگه. من و اوسام رفتیم ته دره سراغ شوفره. سرکار معجزه شده بود. باید تیکه تیکه میشد ولی نشد. کار خداست دیگه. زنده بود اما بیهوش و بیهوش. حالا استاد کجاست؟ یا عرض کردم که تو بیمارستونه. داره به شوفره خون میده. بله. چه خونی داری حیب آقا؟ خیلی خوش خونی. لابد مست بوده که رول از دستش در رفته ها؟ نه خانوم، پشت رول خوابش برده بود. یه هور پایی تو دره. پس شانس آورده که شما پشتش می اومدید. خانم پرستا، یه سال چله تابستون وسط کبیر یه شوفر عینه این بابا با دهچف جلوی من سیخکی رد دیده به من. ای بابا به مرگ تو بمیری خودت بمیری. نمیذاره حرفا بزنم که یارو علی جام. سلام آقای بیهوج بیگوش. آره خلاصه میگفتم خانم پرستا، به جون شما یه تنه ملائکه زدم رفتم زیر برفا از اونجا سیخکی کشیدمش بیرون. کیو شوفر رو دیگه اینجای بابا یادم دروغو ده.
جون شما خانم پرستار، عینه لوله آفتابه ازش خون میرم، انداختمش رو کولم و بردمش بیمارستون. تو بیمارستون 10 ساعت بهش خون دادم. به کی خون دادی؟ به شوفره دیگه. همون جای بابای آدم دروغ گفت. خیلی خب همون جاش. خانم پرستار. بله آقا. مزاحم بیرونش کن. چی چی بیرونش کن؟ اینو با جون شما یه سفر تو جاده بوشهر پشت 18 چرخ بودم. همین های باقا شوفره میبینی شای شوفره من بود. یهو رستم سر کتر دیدم پرمز بریده. داشتم میرفتم تای دره که یهو شای شوفره چسبیدم گفتم ابوالفضل نجاتم بده. آقا میدونی شای شوفره اسمش ابوالفضل. بیدار شدی؟ آره. خیلی بانمکه. کی بانمکه؟ شاگرد منو میگی؟ نه بابا، کار خدا رو میگم. وقتی مشیت الهی به اینه که عمر آدم به دنیا باشه، اون وقت فرشته رحمت خدا تو لباس شوفر مثل تو نصفه های شب تو پرتگاه هم پیداش میشه. خب رفیق، جون ما رو نجات دادی جای خواه، خیلی هم ممنون. حالا چرا خونه تو به من میدی؟ واسه این که من زیاد دارم و تو کم، داریم قسمت میکنیم. نه ترس، خونم پاکه، ذره حرومی توش نیست، باور کن. ای والا راستی میبخشین، اسم شما رو فراموش کردم. نوکرت حبیب. منم قلومت امرالله. شوفری؟ نه نه جون دلم، گوسفند خرید و فروش میکنم، چوب دارم. میگن چوب داره اون یارو اون شبی رو میگن، اون که برده تو اتاقش، پدر بچه‌ای که تو شکمته. حالا بازم ادعای نجابت میکنه. بسه، تو رو خدا بس کن دیگه قاسم. ببین، تو گفتی داییم واسه خاطر من بیکارت کردی، منم گوشوارا و علنگوامو فروختم، پولشو بهت دادم که خفه خون بگیری. آخه پس کی دست از سرم برمیداری؟ هیچ وقت. میدونی که هنوز دوست دارم، هنوز خاطرتو میخوام. تو باز یه دفعه که شده با من. اوه بچه مادر حبیب، خیت با خیت. کجایی دختر؟ یه همون رفتن که اینقدر طول نداره. همون خیلی شلوغ دیر و سرکه میجوشیم. بر سرخره بی موقع لعنت. بریم با بریم، این دفعه هزارامه. زنده باشی ما. خلاصش من جونم و مدیون تو هستم، تو به من زندگی دوباره دادی. این حرفا چیه؟ تا اوم دارم چاکرت هم. باز دست برادری به من بدی تا خیالم راحت شه. چش نوکرت هم هستم. خانم پرستار گوش کنی چی میگم. جونه شما نباشه خانم پرستار، به مرگ های باقا یه دفعه سر کتل خاکی بودم درست وسط میدون توپ خونه. نبود بازم پشت یه 18 چرخ دنیا دیگه، این دفعه با دو چرخه داشتم میرفتم. اجازه میدی من کمکتون کنم؟ بله ناشی بله. خوش دارم تکیم به یه مرد باشه. خیلی خوب حتی باشه. خانم پرستار خانم پرستار خانم پرستار خیلی مزاحمتم نی؟ نه بابا بی خیاله، من خودم چاکرت هم. زنده باشی. یه دفعه تو بیمارستان عباس قلبم درست نیم ساعت کار افتاد. نیم ساعت؟ نمیدونم، شاید هم بیشتر. سلام عرض کردم. عرض کنم که یه دفعه با یه 18 چرخ بودم، رفتم تو دره. به نظر این که رسیدم کف دره، یه دفعه دهنم چپ کرده. خانم پرستار داشتم اینو میگفتم، یه دفعه با یه 18 چرخ رفتم تو دره های اونجا. به من دیگه چه ببینم؟ کجا؟ سلام. سلام و زهر مار. بذارم به کارم برسم. عوض این چاخان کردن ها، بیا برو این نامه رو پست کن برای تهران. بله چند خواهم برستان، هیچ در چرخ رو نگفتم. نه یه خورده جلوتر. آها خوبه، همونجا. سلام خانایی. آها خوبه، سلام. نامه از من با خبر کنیم، قرار بود بنویسه که دواهای دکتر اثر کرده یا نه. خب لابد خبری نشده، لابد هنوز خدا قهرشو با ما تموم نکرده. بگذاریم، فقط بدون مریم جون چه بچه دار بشیم و چه نشیم، به اندازه تمام ستاره های آسمون دوست دارم. نوکرت حبیب. خب چرا تا حالا موضوع بچه دار شدن تو واسه حبیب ننوشتی؟ آخه چی بنویسم دایی جون، من میترسم. خب بالاخره چی؟ نه من نمیتونم براش نامه بنویسم. بسیار خب، من خودم بنویسم. نه دایی جون، تو رو خدا این کارو نکنی، من ناراحتم، من نمیخوام. این حرفا چیه دخترم؟ تو که گناهی مرتکب نشدی، تو که تقصیری نداشتی. ناراحت نباش دخترم، توکل به خدا کن، همه چی درست میشه. خدایا صد هزار مرتبه شکرت که عمر دوباره به ما دادی. آدم تو مریض نشه قدر سلامتی رو نمیدونه. بله بله، در هر حال خیلی ممنونت هم دوست. در واقع از این آقا به خاطر انسانیتی که کردم و جون شما رو نجات دادن باید تشکر کنم. اینا که نوکرشم، یه جون من طلبکاره، منم بدهکارم. این دل مطالبه هر آن که اراده کنه و واسش فدا میکنم. حال زنده باشی. چیه؟ خانم آقای محلوجی
آقای کاتی. من منتظره. چه هفت مازنه تو نایدی؟ یه دو سه ساعت باید دیگه های بابا. داریم یه خود جگرمون رو جلا بدیم بابا جون. کافه و فکره بابا. گوشون قذفه. تو برو خونه نمیخواد با ما بیا. چه؟ ما میریم کافه، تو هم برو به عیال بگو ما وارد شدیم و آخر شب میریم. بفرما. بسه هی بابا یه فکر رسید. شما هفت ماه از عیالتون دور میدید. بابا زودی برمیگردید. نه خیر لازم نکرده. اینو باش خیال میکنه ما بعد میرو با برمیگردیم. خوشیش ها. الان آهنگ زن شریک شیطونه رو میخونم. میفهمی؟ تو رخت خواب من بغل یه غریبه خوابیده بود. وقتی اون منظر رو دیدم یه آن هفت دفعه مردم و زنده شدم. یه دفعه مثل اینکه دنیا رو چرخوندن و تو سرم زدن. یه دفعه خودم رو رسوا و انگوش نمای مردم دیدم. خون جلوی چشامو گرفت. خب چی کار کردی؟ چی کار میتونستم بکنم؟ تو اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ میکشتمش. آره منم تو همون رخت خوابی که به هم خیانت کرده بود با همون مردی که هم رخت خوابش شده بود کشتمشون. آخه چجوری میتونستم این ننگو تحمل کنم؟ آره داشتم زنا اینجوری هم خیلی هاشون اینجوری هم. به سلامتید باطن پنجتن همچی بلایی سر هیچ مردی نیاد چون بی ناموسی زن کمر مردم میشکنه زنا. خلاصه بعدش وکیلم تو دادگاه گفت جور ناموسی بوده 15 سال واسم زندون بریدم. هی بابا
های باقا جون، های باقا. چیه؟ ارائه قربونت دارم، های باقا جون، قربونت دارم. چیه خبره؟ چی شد آخه؟ چقدر باکش میکنه، چیه؟ چی شده؟ این شده، چطوره بهت بگم؟ میترسم یه ها بهت بگم و زوغ زده بشی. حرف بسا بسا بسا، چی شده؟ چی میکنه؟ مریم خانوم، مریم خانوم. مریم چی؟ مریم چی شده دیگه؟ این چیه؟ دلش درد گرفته؟ آره، آره دلش درد گرفته، زایمونو میگم، فردنش زایمون که بزاد، گفتن میخواد یه پسر کاکل زری بزن. راست میگی؟ جون شما اوستا نوکره تا قربونت برم قضا بر قربونت برم رفیق من دیگه باید گرخه هستم ایشالا بیم من هر شب پاتوقم پایی تا بخور که نیستی قربونت برم قضا بر را بیا را بیا ببخشید آیون ببخشید خانم ببخشید ببخشید نوکره تا ببخشید خدا جون مردم وای خدا جون من دارم میمیرم وای وای بریم بیرون بذارین تنها باشم بریم بیرون شما ها من میخوام تنها باشم من میخوام به درد خودم بمیرم وای وای خدا وای وای از دست ما که کاری ساخته نیست باز توکل به خدا کرد وای خدا وای مردم وای چی اینقدر داد و بیداد رو انداختی؟ دکتر من نمیخوام من نمیخوام نمیخوام چی نمیخوام خانم؟ بچه رو من نمیخوام اون رو به دنیا بیاد دکتر خواهش میکنم آخه شما نمیدونین که آخه چی بگم من نمیخوام این بچه به دنیا بیاد تو رو به خدا یه کاری بکنین که این بچه از بین بره این حرف رو نزنی خانم این حرف شما به منزله قتل نفسه نه دکتر من نمیخوام من نمیخوام اون به دنیا بیاد من نمیخوام 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 دیگه آده خوبه برو پایی بیا قصفت بیا برو بگه پوش برو بگیری بار خودت خدا جا خدا جا ایشالا بره ایشالا بجم دو پل یکی برو دارم میرم میگه قولم نه نه یا خیلی سلام مادم سلام سلام نوکره تا قربونه کره تا جانم میرم خواهدم جانم من دارم هیچ دستم بود این گندگی قربونه شکر جانم پدر بچه کیه پدر بچه پدر بچه پدر بچه موهایی خانو خوشی میدی خدا یه کاکل زری بهتون داد چه چی میدی خانو پس یه پسره پسر یه پسر توپولی خوشحالی مادر آره مریم آره عشق خوشحالیه چی شده خانویه؟ مریم چرا ناراحته؟ چرا گریه میکنه؟ اتفاقی افتاده؟ نه حبیب نه خب بچه دار شده از خوشحالی گریه میکنه از خوشحالی؟ آره مریم از خوشحالیه نه؟ از خوشحالیه؟ آره حبیب آلی راستی ببینم حبیب جون ما تصمیم گرفتیم اسم پسراتو بذاریم علی موافقی؟ علی؟ آره علی علی خوبه خوب اسمیه علی هی باقا به سلامتی پسر کاکل زری نوش چونه سلام آره خلاصه همین که سر کتل دختر ایدم دو دختر نشتن سر کتل دارن قم میشکنن خودم بیمیرم
وای تو پسره. نوش جونه. خوشحالم که بارتون رسیدی. حق یارت باشه. هیجده چرخو جونتون. هیجده چرخو. حبیب میبخشی فضولی میکنم. اسم پسرتو چی گوشتی؟ علی. ایشالله که علی یار جافتون باشه. راستی امرو لخان فرده از گذرونه پسرمه. شما هم تشریف بیاری. به روی چشمم. به حق انبیا و اولیا لا حول ولا قوت الا بالله اسمشو میذاریم علی و از خدا آرزو میکنیم که افتخار نوکری علی ابن ابی طالب رو داشته باشیم. بچه مال نشی نه اندازیش نه ناز خودمه خانه قطر این حیب آقا رو بدون به خدا مرده جون شما که نبود ما هم تاره این مرد باشه بیا این هم پستره بودم اینه پستره شورم بچه بچه چه نازی اینه او خواهی تا حیب آقا بابا شدیه نوکرس شم پدر فرزنده دست سیبا آقاش بیا جیبه پره تا خوش بیا حیب آقا اگه اجازه بفرمایی یه هدیه ناقابل رو بردم بندازم گردن پسره چوکاری فرمودم باشی باشی کنم برش دار برش میبینم مشجل 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 دست شما درد نکنه خیال کردی بچه دودیه که سیگار واسه شو بردی بنگ خدا حیفنون تو این جیبم دست کن تو این تو برکه موچ بخور عجب علایی با فشیش تماشا کن اینقدر گوه بابا ما رازه دور کمر بچه نبودیم اختیار شدیم این شاله هر عزیز کشید بنگ تموم میزدارم داغش رو نبینیم من دیدم بچه رو کجا بردم به مرد شما حالا مردی از سر روش میباره چی؟ گمونم بچه رو میخواه برو کنا ببینم برو کنا مریم چی شده؟ هیچی چیه دکتر چرا گرگه میکنی؟ هیچ معلوم هست که چشه؟ حبیب تو رو خدا تو نرو مسافرت همینجا پلوی من باش دختر من که الان نرفتم مسافرت قرار یه هفته دیگه برم بیا گرگه نکن عرض کنم میگم های بابا عدسه فرمودم چایدی بابا عرض کنم که خانه چی چیره چایدی میگم عدسه کردم عرض کنم که خانه یه بابا های بابا به جختشم کردم عرض کنم که خانه با... جاده بوشهر سر کتر دختر خیلی خرابه ها خیلی که خدا ما که نمیریم بوشهر میخوای بریم خرمشهر بریم بوشهر سخبر الله اگه پسر گذاش حرفمونو بزنیم بله عرض کنم که خانه یه ما زهر ما پسر تو که ما را پسر پاچ خود ها کلافم کرده جون شما بچه
لا اله الا الله. خیلی خوب فهمیدم. بله، عرض کنم که خانه ما امروز باز بریم خرمشهر. ببین حبیب، بله، پس برو دنبال زنت، برش بیارش خونه ما. امروز گفتم آش رشته بپزن، مادرت هم که رفته امامزاده داود، مریم تنهاست. آره آره، بعدم نگفتی. قزنفر جون. قزنفر من یه تو که پار خونمونو زود بر میگردم، تو هم کاراتو راست ریس کن که را بیافتی. بریم خانه. یکی از اتسان تو راست چیکارش کنه؟ بخورش. بینم دختر جون، کی تو خونه هست؟ هیچکی. مادر حیبه ها کجا؟ اون رفته امامزاده داوود. خیلی خب، بیم پنج زره بگی برو واسه پای شکلات کشی بخواد دختر جون. بادو با خواسته. اگه با حبیب کار داری الان تو خونه نیست. نه من با تو کار دارم. اگه نری بیرون داد میزنم. داد نزن، بچه حرم صدا بیدار میشه. قاسم آخه تا کی میخوای منو اینطور زجرم بدی؟ تو که هرچی از من پول خواستی من بهت دادم دیگه، آخه چرا دست از سرم بر نمیداری؟ پول چیه؟ من خود تو رو میخوام. تو با آسمان من میشدی، نه مال اون حیبه بی باته که بچه‌شم از نطفه کس دیگه. نه قاسم، تو رو خدا هیچ وقت هم خودش رو از بین میبره. اگه میخوای راجب بچه سکوت بکنم، تو هم باز عقده دلمو خالی کنی، بذاری یه شب تو رو تا صبح تو بغارم بگیرم و فشارت بدم. من هنوزم که هنوز تو رو دوست دارم. نه کار میکنی؟ از你个什么？哈哈哈哈哈！啊，这边是。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 哈哈哈哈哈！啊
اگه مردی اون رو بکش که سرت رو بی‌اسمت کرده نفستو ببر به سر من تهمت نزن بی همه چیز بی خوشمت بی نابود برم کنا دخل میکنی زنت چیه؟ پیار میکنی این بچه ای که شیر میده نه قاسم نه بگو ببینم مریم موضوع چیه؟ بزن! ازش بپرس واسه چی از واسه شدن زبون من میترسه؟ نامرد حرفاتو تمام کن! نیشتو بزن و خلاصم کن! برو از زنت بپرس پدر این بچه چیه؟ برای علی آتیشت میزنم اگه دروغ! آتیشم بزن اگه دروغ باشه! مریم برو تاف کن تو صورتش بگو که بهت تهمت میزنه مریم بگو که بیرا میگه بگو بیرا میگه من بیرا نمیگم عیب تو گول خوردی اون بچه مال تو نیست خودش خوب میدونه که بچه تو نیست بگو مریم تو رو به خدا بگو که دروغ میگه بگو مریم دل لبت کن زن درسته، اما باعثش همین قاسم لعنتی شد کفتار سانسفت، پس تو باعث شدی؟ نیکاشا من، به خدا نابودت می کنم نیکاشا من، Thank you.
دو روز دیگه میتونیم مرخص شیم. ممنون. ای خدا، چرا نظر قهرت از من بر نمی کردونی؟ کفر نگو پسر. چی کار کنم خان نایب؟ من بدبختم، یه آدم بدبخت نفرین شده هستم. آخه اون نامرد چی بود که به زن بی پناه من تو دل شب تو حالت بیهوشی رحم نکرد؟ به شرف و آبروی من رحم نکرد؟ آخه چطور هیچکی نمیدونه صاحب اون باغ کیه، کجا، چی کار است؟ سرایدار اون باغ به من گفت یه مردیه که بعد از چند سال یه شب اومده اونجا و صبح اون شبم بار بندیشو بسته و رفته. حالا کی برمیگرده معلوم نیست. اگه شده تمام دنیا رو زیر رو کنم، بالاخره اون نامرد رو گیرش میارم، قطره قطره خونش رو از تنش بیرون میکشم. پسر جون، توکل به خدا کن، درد تسکین پیدا میکنه. نه خب نگه، نه، دیگه هیچی نمیتونه درد بیدرمون منو تسکین بده. به مریم هم بگو، بگو از اون خونه بره، از خونه من بره، از پیش مادرم بره، خودش و بچهش بهش بگو از این شهر بره. چون نمیخوام همه مردمونو با انگشت نشون بدن و بگن این زن حبیبه، این زن حبیبه. اون هرچی بگه حق داره. من دنیای اونو خراب کردم، من اونو زمینش زدم. خیال میکنی دایی جون چقدر این بچه رو دوست داشت؟ هر شب که بیدار می شدم می دیدم بالای سرش نشسته و داره نگاش می کنه. اما حالا وقتی فهمید که بچه اون تنها امیدش میوه یک گناهه، چطور می تونه دوباره تو چشای این بچه نگاه کنه؟ نه دایی جون، نه، من میرم از این شهر، از این شهر میرم، میرم خودم رو سر به نیست می کنم. نه، من نمیذارم بری، به هیچ قیمتی نمیذارم تو بری. دکتر جون، صبر کن، بذار حبیب از مریض خونه مرخص بشه، شاید بشه باش حرف زد. گفتم کسی نمیخوام به ملاقاتم بیاد. دوست شما چوب داره. بگو بیا تو. سلام سرور من. سلام. کورشم و نبینم این تو غمگین باشی. جریان چیه؟ دست به دلم نزار رفیق، دست به دلم نزار که روزگار کمرم رو شکسته. خدا نکنه، چی شده؟ آخ چی بگم، چی بگم؟ شرف و آبروم به باد را، سکه یه پول شدم، تو در و همسایه لکه هیز شدم، لکه هیز. نمیفهمم چرا؟ همون بلایی به سرم اومد که یه بار به سر تو اومدم، همون بلا. چی؟ زن؟ آره زن. کدوم زن؟ هم خونم، هم بسترم، زن نمک به حرومم. میفهمم، خیانت. ای کاش تنها خیانت بود. اسمم رو بچه ای گذاشته که حرومزاده است، بچه ای که نطفش از من نیست، بچه ای که از یه نامرد دیگه است، از یه بی‌ناموس دیگه است. میفهمی؟ وای کرد که جهنم بسوزی سن. خب چی کارش کردی؟ نتونستم مثل تو همون بستر گناه بکشمش. دیر فهمیدم، اما دیر یا زود این کار میکنم. دستشو میگیرم، میبرم تا همون رخت خوابی که به من خیانت کرده، خونشو میریزم. در که این ننگی رو که بذار خودش به سزای خیانتش برسه. بدترین وضع این جور زنا، لیاقتی که این جور زنا دارم تو قلعه من کردم که مونم. بذاش به سزای خیانتش برسه. به بدترین وضعی که مال این جور زناست، لیاقتی که این جور زنا دارم تو قلعه، پشت دیوارا، تانه و بیکس. بذار بره اونجا که لیاقتش داره. دنیای خدا
بابا میدونی این لاکردار اگه با غم قاطی بشه جیگر رو داغون میکنه. جیگرم داغون شده رفیق، یه چیزی از تو مثل خوره جیگرم رو داغون کرده. آی والا حق داری، بگو چی دست من برمیاد بسات انجام بدم. به مولا قسم حاضرم هر جوری بخوای سفر بلات بشم. حرفای اون شبت که اینجا بودی همش تو گوشم صدا میکنه. گفتی زنه تو قد تمام دنیا میخواستی، درسته؟ آره درست. گفتی خاطر خاش بودی، واسه رو قرآن میرفتی، مثل چشاد اونو میخواستی. اما رسید اون شبی که چشاد بیزار شدی، میخواستی از کاسه درش بیاری، درسته؟ آره درسته. گفتی اون شب دست زنتو گرفتی و بردیش تو همون رخت خوابی که بهت خیانت کرده بود، خونش رو ریختی و خودتو خلاص کردی، درسته؟ آره درسته. گفتی با همون مردی که هم رخت خوابش شده بود کشتیش، درسته؟ آره درسته. اما من اون نامردی که هم رخت خواب زنم شده از کجا پیدا کنم؟ از کجا پیداش کنم؟ حالا چاره ای ندارم. اگه دستم به اون نامرد نمیرسه، دستم به زنی که به من خیانت کرده که میرسه. باید خونشو بریزم و این لکه ننگو پاک کنم. نه این کارو نکن. بهت چه گفتم، بذار خودش به سزای خیانتش برسه. نه هیچ راهی جز این ندارم. مریم کجاست؟ چیکارش داری؟ اومدم ببرمش. کمونش بدی؟ یا ببخشیش یا بکشیش، کدوم یکی؟ همون که حقشه. بخشش حقشه حبیب. نه خانایه، مرد حقشه. اون خارزاده منه، وصله تنه. نه، اون زن منه، اختیارش با منه، کشتنش هم حق منه. پس باید از رو جسد من رد بشی. جلوی من وای نسا خانایه. شما معنی آبرو رفتن رو میدونی.
آبروی من تو این قضیه رفته. با چین آبروی رفته رو میخوای برگردنی با خون؟ پس چرا معطلی؟ خون منو بریز. استخاره نکن. اگه اومدی یک کاری بکنی پس تمومش کن. تا منو نکشی نمیتونی اونو ببری. بیا جلو. خانه جان با جان من میخوام با اون برم دایی. اون شوهر منه، اختیار داره منه. تو چی میگی دختر؟ تو رو به روح مادرم قسم میدم بذار من با اون برم. بذار هر کاری دلش میخواد با من بکنه. دیگه حرفی نزن دایی، من شما رو قسم دادم. من در اختیارتم. بگو کجاست اون خونه؟ کدوم خونه؟ همون که زندگی منو توش به لجن کشیدی. تو اون خونه کسی نیست. میدونم کسی نیست، ولی اون رخت خواب هست. اون رخت خوابی که شرف و آبروی منو توش دفع کردی. حبیب منو همینجا بکش و خلاصم کن. تو رو خدا نظر جلوی در و همسایه آبرون بره. نظر انگشت نما بشم. قسم خوردم تو همون رخت خوابی که به من خیانت کردی خونت رو بریزم. نه یالا رابی آفت. نه حبیب نه تو رو خدا رابی آفت. تو رو خدا صبر کن حبیب. صبر کن. نه خدایی رو به خودت میسپرم. نه تو رو خدا حبیب. آخه تو یه نگه صبر کن. یه نگه صبر کن حبیب. نه نه تو رو خدا رحم کن. نه کنم خدا بر راه چه خبره؟ باراتون بگو ببینم اینجاست؟ این اتاقه؟ آره. به جواب بده همین اتاقه؟ همین اتاقه اینجا معلوم هست چه خبره تو این خونه؟ شما کی هستی؟ حبیب تو؟ بس این نامرد زک صفت تو بودی؟ توف به تو. چی شده رفیق؟ به من نگو رفیق. نمیفهمم آخه چی شده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ ای خدای من، فکر هر کسی رو میکردم جز فکر این نامرد نارفیق نالوتی. بس این تو بودی که از پشت به من خنجر زدی؟ منی که قطره قطره خون تنم رو بهت دادم؟ ای بشکنی دست. چی داره میگی مرد؟ معما میگی یا مستی؟ نه از همه وقت بیشتر هوشم. اینقدر هوشم که میدونم مردی و مردونگی رو تو طبقه هفتم جهنم چار کردی. نگاه کن این زن منه. پروردگارا چی میبینم؟ خوب نگاش کن نامرد. و اینم همون رخت خوابیه که محرم منو، زن منو، نامحرمی مثل تو بی آبروش کرد. درسته مرگم؟ درسته؟ آره، درسته. گوش کن حبیب، ببین چی میخوام بهت بگم. هیچی نمیخوام بشتفم، نامرد. والا تو داری اشتباه میکنی، حقیقت چیز دیگه یه. حقیقت اینه که خونت رو بریزم و بند از بندت جدا کنم. تو میتونی این کار رو بکنی، اما ببین من که چیزی دستم نی. باشه، با همین دستم میکشمت. حبیب تو داری اشتباه میکنی پسر. چی رو اشتباه میکنم؟ نه قسم خوردم با خوشامت این کارم میکنم. این کارو بکن حبیب، تو جون منو یه مرتبه به من پس دادی. حالا اگه میخوای بگیریش بگیر، اما به همون علایی که تو سینه زنته من اون شب به زنت دست نزدم. به خدا زن تو
پاکه حبیب، از فرشته های آسمونم پاکتره. بیا این چاقو، اگه میخوای منو بکشی بکش، ولی اول بذار قضیه اون شب واسه تعریف کنم. اون شب سرنوشت یا قضا و قدر زنی رو به خونه من انداخت. من اونو اصلا نمیشناختم، اون بیهوش بود و صدای مناجات ایمونم رو بیدار کرد. صدای ملکوتی منو آروم کرد. رفتم طرفشو یه دلیل دیگه وسط بیارم. وقتی از اتاق بیرون رفتم بی اختیار وارد آشپزخونه شدم. فکرم ناراحت بود، همش به اون زن فکر میکردم. اشتیاق همخوابگی به اون زن لحظه ای راحتم نمیذاشت. هرقد شیطون رو لعنت میکردم، هرقد استغفار میکردم، نمیتونستم آتش شهوتی که از سر و پای وجودم زبونه میکشید خاموش کنم. تو همین لحظه بود که یه دفعه چشم رو آتیش افتاد. یه آن به یاد آتیش جهنم افتادم. پشتم لرزید. یه مرتبه دستم رو فرو کردم تو آتیش. این تنها چاره بود که میتونست آتیش درونم رو خاموش کنه. چند لحظه گذشت، آتیش منو از انجام یه عمل شیطونی نجات داد. نگاه کن، این سند زنده ایه که زنت پاک و معصومه. مثل یه خواب؟ نه حبیب، خواب نیست، بیداریه، حقیقته. زن تو پاکه حبیب، بچه تو مال خودته، پس اونو دریاب. بفرگم شنیدی مرگم؟ تو بیگناهی. من پس مرگم کوش رفته. برین دنبالش رفیق، اونم باید حقیقتو بشنفه. تمام مردم باید بشنفن. آره را بیافت. بیا بایسین، از اون دو نفر یکشون بیشتر زنده نمونه. اگه حبیب زنده موند، من خودم حسابش میرسم. تو؟ آره من. تو قرار بود زن تو این بابا رو با هم بکشی، بچه تا شو. پس این که آشتی کردیم. نفهمیدم. این کیه که انقدر تشنه خونه منه ها؟ آقا کی باشم؟ همه این آتیش رو این گرد صفت روشن کرده. میکشی؟ میکشی؟ ای باقا، بیا که جون زن بچه در خطره. چطور؟ مرمیم رفته خودش و بچه شد بله وقت شد پاک کنه. پس چونه ما ایستادی؟ برست، منم حساب میزی این آقا رو میرسم. باشو ناکف، حالا نوبت منه. باشو یه پنج سری داشتی، دو تا به جو میکنه به عبارت کار خورده کردی؟ منم حالا نمیفهمونم. جواب نامردی رو باز به نامردی داد. خدایا، میدونم که خودکشی گناهه، میدونم که به آتیش جهنم میسوزم، ولی من آتیش جهنمو به سرزنش و سرکوفت مردم ترجیح میدم.
خدای من نمیخوام وقتی بچم بزرگ شد همه بهش بگن اون یه حروم زاده است، همه بهش بگن که مادرش یه زن بدکار است. خدایا منو ببخش. مریم! مریم! چی کار داری میکنی؟ تو رو خدا به خودتو اون بچه رحم کن. مریم صبر کن، صبر کن، میخوام باهات حرف بزنم. مریم جون نظر من تنها بیکس بشم، تو بیگناهی، علی بچه ماست، به علی قسم بچه هر دومونه. نه حبیب، منو گول نزن، دروغ نگو. به خدا قسم دروغ نمیگم مریم، اون مرد همه چیزا به من گفت، گفت تو پاک. مردی که با تو حرف میزنه یه مردی که تو حرف شیله پیله نیست. اون شب قضا و قدر تو رو به خونه من انداخت، شیطون رفت تو جلدم، اما یه لحظه اون گردن بند الله که تو سینه تو بود دای مجاد ایمون منو بیدار کرد. نگاه کن زن، ببین من به خاطر تو اون شب دستمو سوزوندم. تو پاک به خونه من اومدی، پاکم رفتی. نه نه، تو دروغ میگی، تو دروغ میگی. وای سازن، من چرا باز به تو چقدر دیگه زنده میمونم که غضب خدا یادم بره و دروغ بگم؟ نگاه کن این خون زن، به قطره قطره این خون که جوهر شرف و مردونگیه، قسم کلمه به کلمه بهت راست میگم، این بچه من، این بچه حبیبه. پس به خودتو این بچه نکن، بچه بچه رفیق منه. دقت گوش کنید، در اتاق خواب این منزل زن و مردی غافل از همه جا میخواهم بخوابند، ولی یک شبه ترسناک و هراس‌آور آرام آرام به سوی آنان گام برمیدارد. در دل او هیچ نشانه‌ای از ترحم نیست، برای او آسان است زدن، شکستن، نابود کردن و کشتن. از نظر او در آن سوی این در هر چه هست محض، لحظه به لحظه به آنان نزدیکتر می شود و هیچ عاملی که در این ظلمت شب بتواند به کمک آنان بشود وجود ندارد. خداوندا به یاریشان بشتاب. گول گول از بلاها، این کیه دیگه؟ خدا انتقام ما ازت بگیره. کی این بلا رو سر کنه؟ گول در شقاوت و بیرحمی چنان بود که یک غول میتوانست باشد. به هنگام خشم همچون یک غول عمل میکرد و هر کس نظری به این زن زیبا داشت ندانسته با این غول طرف بود. ببینم اون چیه که انقدر ازش میترسی؟ یه غول بیشاخ و دم، انگاری از آدمهای عصر حجره. برای مقابله با این غول وحشتناک و برای رهایی این زن از اسارت این، چاره کار در آن دیدن که تو به غول را با غولی دیگر برد. اصلا کار من با این بابا فرق میکنه، اون در شکن من سرشکن. مردم همه اونو یک غول میشناختن، البته یک غول چهان. میخوای سرنوشتو عوض کنم؟ تو سرنوشت عوض میکنی؟ پچه چهار سوار سرنوشت داشتای منه اگه فانی به
دنبال شکست مفتزهانه این غول چخان مردی را برگزیدند که در قدرت و شجاعت شهرج خاص و آن مردی با حیبت یک قول شمایل یک انسان مصمم به مقابله و نابودی قول آن اینجا قول نابودگر است، قول بیانگر است، قول ستمکار است، قول مانع نمیشناسد. او کشان قول از هر عاطفه انسانی بیبهره است، هیجانی به وجود آورد فوق تمام هیجانات معمول. قول گرخونده عزیز جونم، دسته تو رو میخونم، میبرم لبه چشمه تشنه این دختر زیبا در سنین نوجوانی خود را در چنگال این قول اسیر می‌دید و در اوج نومیدی به دنبال مردی بود که او را از این مهلکه برهاند. من دنبال یه مرد می‌گردم، یه مرد که بتونه از خودش دفاع کنه. چه تو مکه؟ من ما مرد نیستی؟ حسرت جونم، آدم قطعیه. قول سرآمد تمام فیلم های دلهرآور، پرتحرک و خشن، با داستانی که در آن عشقی لطیف در لحظات بحرانی ترس و ناامیدی شکوفا می شود و از ترس قول هیچ امیدی به سرانجام آن نیست. زیبای سرخ باغ من حراجه حراجه حراجه، روزه ی دام داغ من حراجه حراجه وی حراجه. یک فیلم پرهیجان، پرماجرا، جذاب و نو، جدالی میان انسان و گول. گول با هنرمایی جمیله، بهمن مفید، مرتضی عقیلی، فروهر، گرجی و حسین گیل در نقش گول. گول گول را اینان دیدن و از ترس غارب توی کردن، ولی شما قول را ببینید و از تمام لحظات التهاب انگیز، خنده‌آور، پر اضطراب و پر دلهرش لذت ببرید. مردم برای سرگرمی و فرار از غم و غصه ها، ولی وحدت هنرمند محبوب و مشهور تئاتر و سینما همیشه سلیقه به خرج داده و سریع‌ترین، مهیج‌ترین، قشنگ‌ترین و شما نرگس خانومی؟ منو از کجا میشناسی؟ خب که میشناسم بده باشیم. پس چرا زودتر نمیای با بابام صحبت کنی؟ میام، من چهار تا زن دارم. خاک بر سره. خواهد کردم، قش کردم. وحدت توی این فیلم در نقش مردی ظاهر میشه که نامزدش و مردی مثل اسقر آقای گل از راه خورد دارپاد معشوقه منه، شب و روز تو بغل منه. ابراهیم تازان راست بگه؟ آره عزیزم. خواهد به سرت عزیزم. جمله برادران خشن و متعصب این دو دختر ترشیده و خونه مونده که از بیشوهری ناچار شدن شوهر کرایه کنن. شوهر؟ که اون روزا تا شب عرصی نمیدونستیم چه قول کشنی میخواد بیاد یخمونو بگیره. والا من همونم که همشیره شما هنگامه رو بردم. آی وسط بیارو. نصرت الله وحدت با توجه به استقبال خانواده ها از فیلم ها و داستان های انتخابیش، این بار یکی دیگر از مشکلات همیشگی رو در قالب شوخی و طنز به روی پرده می آورد. خاک تو سرم برانی که تو زندگی یه خورده عجله می کنن که اگه دستشون برسه به بعضی چیزا میگن هر چه بادا باد. ماشاءالله هزار ماشاءالله. نمیدونی این طرفا چه خبر ساخت؟ نگاه کن. و تنهایی بچه‌هاشون خیلی میسوزه. ننه جان، تا شما اینجا وایساده این که ما نتونیم هیچ غلطی بکنیم. میگه بخورش. شوهر کرایه‌ای، یک ایفای نقش دیگر وحدت در کنار ایمی، همراه با آرمان، اسقر سمسارزاده، منوچهر پور احمد، دامی، ساغر و شیرندامو. تو فروت میاد لاتوی سر و پا. عوض این هرزگی ها خوبه یه فکری برای این تورسگی که تو شیکم هم گذاشتی ما کنی. نگفتم نکنم چین تا نشم چین. شوهر کرایه ای تنها موردیست که مال الاجاره رو خود مالک میده و تازه مستحر کرایه ای. تهیه کننده و کارگردان نصرت الله وحدت، مدیر فیلم برداری عزیز رفیعی، محصول استودیو نقش جهان. شوهر کرایه ای. قدر نه
دختر خوش‌آواز و زیبا و جوینده عشق و لذت ساهر نوکر هم ساهره بذار سبک سنگین بکنم نه میری الهی مردان ماجراجو و خواهان عشق را به سوی خود میخوان با افسون نگاه با گرمی کلام و جاذبه زنانه آنها را مسحور و مفتون خویش میکرد من یه زن تنها هستم هیچ کسو ندارم خیالت راحت باشه خوشگل به فکر تو بودم منم دیشب به شما فکر کردم اگه تو با من باشی، دیگه هیچ نگرانی ندارم نوکرتم، چیزی میخوای؟ آره چی؟ تو رو هاشم لذت هماغوشی و عشق او خاطر انگیز بود و آواز او حتی در دور افتاده ترین مکانها یادآور آن خاطرهای شورانگیز خاطره معشوق فتان و افسونگر ساهره مردانی که دل در گرو عشق ساحره داشتند هیچ چیز دردناکتر از فکر جدایی و هیچ چیز وحشتناکتر از وجود یک رقیب نبود گرچه رقابت در عشق شیرین ترین رقابت هاست و ترس از رقیب هیجان و التهاب عشق را افزون می کند ولی برای این مرد رقابت چیزی نبود جز جهنم آرزوها جهنمی که در آن ممکن بود همه چیز نابود و خاکستر شود منظورم اون تن تشنه به مردتی که مثل لنگ هموم اون آرق تن صد تا قریبه رو میده بسته دیگه ساهره قصه نامکرر عشق ساهره شرح رنج های این مرد ساهره شاهنقشی دیگر برای فروزان ستاره دلفریب خوبروی خوبرویان ساهره یک داستان سرگرم کننده آمیخته ای از عشق و فداکاری و شوخی و طعم با هنرنمایی هنرمندانی چون بهمن مفید پیمان رمضانی فر فرنگیس فروهر لیلا بهاران و تجدد اون نجابتت که بخوای سنگشو به سینه بزنی کو شرم و حیات که بتونی هاشا کنی مرد واسه تو مثل رخت و ورته واسه همینه که رفتی رفیق تاب گرفت چون به سراغ من اومدن بنده. مثل این اسخر آقای گل بنده بنده خب حرفتونه بزنی مراد دقی بنده دلم را دلم را باختم مرتبطی باختم عطل مطل جرقه دوماد مثل ترقه عصبی و آتیشی به مرچه میگه پیشی یکی دیگه از هم دخترو رفت تو خد شوردارو محبوب جور خبردار تو هم میشی شوردار با گفته با پیش کشی خانم مراد برقی میشی شش تا دوماد گر یکی از یکی آقاتر و هفت عروس بهتر یکی از یکی خانومتر مراد برقی و هفت دخترون با شرکت مرادخان برقی گل بلبل سنبول و محبوب جونم که ایرای قربونش برن و با شرکت یاقوت در یک نقش استثنایی و همچنین اسخر آقای گل